هموطنان گرامی، سلام و درود. از روسیه از میدانهای جنگ خبرهای دیگه می رسه. یک ضد حمله اوکراین روسها را در یک شهر دیگه به نام لیمان در هم کوفته. روسها از شهر لیمان خارج شدند، در محاصره افتاده بودند. در داخل مسکو رهبر حزب کمونیست تلویزیون سرخ میگه که حالا نوبت کیف است، باید در هم کوبیده شود. یعنی ما با یک جنگ بی تاریخ مواجه هستیم و جنگ اوکراین سختتر شده میره. 100% او جنگ به طرف آسیا میانه و افغانستان سرایت میکنه. در این حال خود مثلا شخصیت های سیاسی از جمله رئیس جمهور صربستان میگه که ما دیگه آیسته آیسته به طرف یک جنگ بسیار کلان نزدیک شده میریم. همگی دنیا در هر جایی که هستن، بشریت در هر جایی که زندگی میکنن مضطرب شدن. از این حال فقر، فروپاشی اقتصادی و انفلاسیون آغاز شده و بسیار ترس ایجاد کرده. شهر استراتژیک لیمان پریروز در شرق اوکراین است. از طرف نیروهای اوکراینی گرفته شده با سلاح‌های آمریکایی و انبار سلاح‌ها به اوکراینیا تشدید شده است. وزارت دفاع روسیه میگه که هزاران سرباز روس در محاصره قرار گرفته بودند و ما کردیم که ما اینا را از منطقه از محاصره کشیدیم. بازپسگیری شهر لیمان که از نظر استراتژیک مهم است، خب این یک منطقه بود که مرکز لوجستیکی روسیه بود و میتونست با دسترسی نیروهای اوکراینی به نواحی در دو منطقه دونتسک و لوهانسک و همیشه اشراف داشته باشه. این حمله بعد از الحاق 4 شهر شرقی اوکراین در یک روز پیش به وسیله پوتین که رسما اعلان شد و روسیه صورت گرفت. الحاق این شهرها به روسیه جنگ اوکراینیا را تشدید کرده. آیا این جنگ به کدام سامان میرسه یا ای که یک دفعه تنمیت یک خیزش میکنه، افت میکنه؟ اما نظر شخص خودم ایست که اوکراین توان جنگیدن در دراز مدت و اروپا توان حمایت لوجستیکی و تسلیحاتی اوکراین در زمستان یا در جنگ دراز مدت نداره. تنها امریکای توان داره که این جنگ امریکا و روسیه با متفقین آسیایی البته ممکن است به جاهای دیگه کشیده شود. بسیج حد اکثری روی مردم اقتصاد، تولید و مثلا علم برای روسا حکم مرگ و زندگی رو گرفتن. حالا روسا که داخل گود شدن، پای خود پایش در این گرداب داخل شدن، برای روسیه رای عقب نشینی نیست. و می خاطر حزب کمونیست ماکم گرفته پوتینه که باید از کیف شروع بکنه. و این یک نظریه است که میتونه مورد توجه قرار بگیره. و دیگه اونا گفتن که دفعتن تمام پلها و بزرگراهایی که با اوکراین امکان میده که تجهیزات سنگین با ارتش خود وارد بکنه اونجا را از بین ببرین. این منطقه را روسیه هنوز از بین نبرده، برده بسیار زیاد شد اما مانده. چی معنا؟ معنایش ایست که جنگ به یک نقطه ختم خود باید برسه، چه به زور چه به رضا. خب تقسیم اوکراین به معنای صلح یا جنگ مشخص نیست. میتونن صلح باشه، میتونه یا جنگ آخر زمانی باشه. اما جنگ آخر زمانی امکان نداره، میتونه باشه. پای اروپا داخل میشه، اروپای خانه شیشه‌ای و مقبولی که جور کردن دیگه توان نداره که ایره در خطر برده به خاطر اوکراین. امی رئیس جمهور صربستان که میگه یک جنگ عظیم دیگه ما نزدیک میشیم، این جنگ شاید که فراتر از اوکراین باشه. جنگی باشه
که مثلا حمله از بلاروس و پولند و از بلاروس و خود سرحدات اوکراین به بالتیک. روسیه بدون پایگاه های بالتیک، بدون حوزه بالتیک بازم نفس کشیدن برش مشکل است. خاصتا یعنی مثلا دمی 4 روز پیش 3 انفجار در لوله گاز روسیه به طرف اروپا روی داده. از 4 نقطه سوراخ شده و گاز زا می زنه. اینمی نشانه های جنگ بزرگ است. چرا امی لوله گاز، لوله گاز نورد استریم 1، نورد استریم 2 با اروپا وصل میشه، شارگ انرژی اروپا است، متعلق است به شرکت گازپروم روسیه. حال اینا فلج شدن. زمستان هم نزدیک است. این نشد. خب خبیر کی زده؟ اوکراین میگه که یک حمله تروریستی برنامه ریزی شده خود روسیه است. یک حمله تروریستی در واقع حمله تروریستی انرژیتیک است علی اروپا. وزیر خارجه پولند چی میگه؟ میگه از امریکا تشکر میکنیم که این لولای گاز زد. عجیب نیست؟ یعنی با یک جنگ فیصله کن دیگه، ما کدام دیگه چیز کدام بهانه هم میخواییم؟ سخنگوی وزارت خارجه روسیه در جواب وزیر پولندی گفت که خود اینمی حرف خودت برای ما ثابت میکنه که این حمله را کی انجام داده. خب چی در زیر آب، ای لولا از زیر آب میگذره، از بحر است. ممکن است آب بازای حرفه‌ای مواد انفجاری را انتقال داده باشن، با یک زیر دریایی رفتن و عمل انجام دادن. در اینجا یک نکته دیگر که مجله شپیگل مطرح کرد، میگه که سازمان سیای امریکا چند هفته پیش دمی باره هشدار داده بود. جالب نیست؟ هشدار داده بود که اینمی خطوط لوله گاز مورد حمله قرار میگیره. میبینیم که سازمان های استخباراتی با زبان، رمز و پیامک های یک دیگه کاملا آشناست. قدرت های حاضر دی بازی او پورا میفهمن که اصل قضیه چی است. دولت آلمان چی میگه؟ میگه این حمله کار اوکراین است که کوشش میکنن که حمایت جهان را جلب بکنن، اروپا را بترسانن که اگر شما به ما کمک نکنین این طرف شما آمد، شارک اقتصادتان، انرژیتان قطع شد. و در این حال میگه ممکن است کار روسیه باشه که اوکراین گناهکار جلوه بده. هرچی است با گفته رئیس کمیسیون اروپا، اختلال در زیرساختهای انرژی با واکنش های بسیار خطرناک ختم خواهد شد. ای دیگه اینی اعلان جنگ نرم است. خب اگر به اروپا هم وطندارای ما که دوال در اروپا هستند بهتر از ما میفهمند که اونجا چی است، اوضاع با چه ترتیب است، هزینه ها چگونه بالا میره و اگر به می شکل ادامه پیدا بکنه در ظرف 6 ماه آینده چی خواهد شد. احساس میکنن لابد. چرا قطع انرژی به اروپا؟ اولش قطع برق میاره جدی میسوزه. اینمی فرانسه که چندین ریاکتور تولید برق داره، اگر می انرژی گاز قطع شوه او فلج میشه. سیستم های برق اضطراری و بدری های پشتیبان برق در اروپا و پایه های مخابراتی بسیار پیچیده و عظیمه که در اروپا و سطح اروپا وجود داره است، به خاطر موبایل استفاده، دستگاه موبایل، کل این با خطر قطع شدن و فلج شدن مواجه است. یعنی در مجموع 500,000 یعنی 500,000 آنتن مخابراتی در خطر فلج شدن است.
سراسر اروپا. شرکت توزیع برق فرانسه پیش بینی میکنه که اگر برق قطع شود، همه موبایل ها در سراسر کشور از کار میافته. خب اینا میگن ما کوشش میکنیم برق بیمارستان ها و مراکز نظامی را نگاه کنیم، اما از سیستم مخابرات چندان وعده نمیدن. در فرانسه 62 هزار پایه آنتن مخابراتی وجود دارد. شرکت های مخابراتی ایتالیایی هم به نوبه خود بسیار مشوش هستند. از دولت خواستن تا شبکه موبایل از قطع برق در صورت کمبود انرژی مستثنا کنه، یعنی که وقتی که جیره بندی هم میشه انرژی، شبکه موبایل باید فعال شود، یعنی توزیع انرژی به شبکه موبایل در اولویت باشه. ما شما زندگی اروپایی رو میفهمیم که اولویت همه چیز است، تنها موبایل نیست. شما تصور بکنید در خانه ای که شما هستین در اروپا 5 ساعت برق قطع شود و خطر قطعی برق اضافه هم باشه، یعنی استمرار هم پیدا بکنه، چه چیز برای شما اولویت داره؟ همه چیز اولویت داره، تنها موبایل نیست. این گپا، خب این چی معنا داره؟ این گپا، این گپا معنا داره که روسا یک سیاستی را در جنگ اوکراین پیش میبرن تا اروپا را بیشتر خسته بسازن، به تمکین وادار بکنن، ناتو از اطراف روسیه خدا بکشه، یعنی هدف است. و دیگه به جهان جدیدی که پس از جنگ تعریف شده در محور متفقین آسیایی، در محور چین، روسیه، ایران و هند، اونا باید سازش بکنن، یعنی جهان یک قطبی غربی را فاتحش را بخوانن، روی کرد خود عوض بکنن در پذیرش جهان چند قطبی که به قول خودشان عادلانه باشه. در زمستان اگر چنین اتفاق بالای اروپا بیفتد، خب چی آدم گفته میتونه؟ اروپا یک محیطی است، یک تمدنی اونجا ایجاد شده که عادت به قطع برق نداره، کس عادت به قطع انرژی مثلا ده ها سال است که نداره. این زمان جنگ دوم جهانی به بعد نسل هایی که آمده رفته، سیستمی که عیار شده در زمینه اقتصاد، تولید، انتقالات، یعنی میان به قطع برق هیچ عادت نداره، به قطع انرژی. روسیه که رقم بسیار مایرانه ماکم گرفته با چین و هند و ایران به اصطلاح کردینه کردن، فلسفیش دینی میجه است. چرا اگر آل اروپا بخواه که تیز تیز سیستم های جنراتور برق به خاطر تولید برق حرارتی آماده بکنن، این تلاش ها کاملا به ناکامی می انجامه. زندگی متمدن امروز با جنراتور پیش نمیره. میبینیم گپ چقدر عمیق است. به همین خاطر من شخصا بسیار فکر میکنم که این جنگ اروپا که میرقم به شکل پلان شده شروع شده و اوکراین مرکزش هست و نیم اوکراین هم قیچی کرد روسیه، ده اینجا که هست کسی که بسیار همونتو گفته ما و شما مردم کابل که بسیار نقش آمده، امریکا هست. هم اصلیش به فروش میره، هم بانکایش بسیار غنی شده میره و هم آسیب پذیر نیست. من بازم به ارتباط جنگی که آنچه که چی واقع میشه در اروپا بین متفقین و دنیای غرب، من همقدر گفتم میتونم که اروپا اگر ضعیف شد، اگر ضعیف شد ناگزیر از خود به امریکا تسلیم کنه، و اگر نه تا دیر نشده با متفقین آسیایی با یک تفاهم راهبردی برسم. اینمی رایش است. چرا؟ به نظر من، ما شما جنگ دیدیم، اینمی جنگ در اوکراین صحیح شروع نشده،
یکی خو جنگ است که اردو با اردو میره میزنه تانک با تانک، جنگ تانک هاست. یکی جنگ نیابتی است. در جنگ نیابتی خصوصا به اصطلاح لشکرهای اسلامی باشه، هیچ کس استاد شده نمیتونه و نشانه های دیده میشه که در سازماندهی یا آراستن جبهات نیابتی بین ایران و روسیه و هند چیزهایی در جریان است. از توجه شما سپاسگزارم.